سلام به شما لسن اسکریپتی های عزیز، خیلی خوش اومدید به جلسه جدید. تو این جلسه قرار یک بازی ساده اما خلاقانه رو طراحی بکنیم. این بازی به این صورت هستش که ما میخوایم یک کاراکتر مرد یا زن داشته باشیم و بتونی به اون کاراکتر لباس اضافه کنیم، مثلا موش رو عوض کنیم، براش چشم بذاریم، چشمش رنگش عوض بشه، حالا کفشاش و دمپایی و حالا هر چیزی که دم دستتون بود و بتونیم به این کاراکتر اضافه بکنیم. و شما برای این کار نیاز دارین به یک کاراکتر که میتونین هم به صورت PNG دانلود بکنین داخل اینترنت، هم میتونین خودتون طراحیش بکنین داخل اسکرچ دیگه، که کار خیلی راحت، یه نقاشی خیلی ساده است. میتونین برای تمرین اول یک چیز ساده طراحی بکنین، بعد برید تو اینترنت دنبال کاراکترهای PNG بگردید یا بگید یه نفر براتون طراحی بکنه. ولی خب برای اینکه بخواد یادش بگیرید نیاز آنچنان بخواید به خودتون سخت بگیرید. خب اولین چیزی که ما نیاز داریم اینه که اینجا یک کاراکتر داریم، اینجا یک انسان داریم، یک فرد داریم. برای اینکه بخوایم تغییر رنگ داخل صورتش انجام بدیم، باید رنگش رو تغییر بدیم 4 بار به صورت 4 تا کاستوم بشه، یعنی به صورت انیمیشن بشه 4 تا کاستوم، که وقتی که روش کلیک میکنیم، یعنی هر بار که روی این اسپرایت کلیکی انجام میشه، اسپرایت به کاستوم بعدی بره. اوکی، یعنی 4 تا انیمیشن تغییر کنیم که رنگای پوست مختلف باشه و با هر بار کلیک کردن روی اون پوستش تغییر بکنه. اینجا یه سری چیزای مختلف داریم، میتونه لباس باشه، میتونه اشیا باشه، اینجا میتونه کفش باشه و تمام چیزایی که یک فرد نیاز داره که بپوشه یا مثلا بگیره دست، مثل گوشی، مثلا هدفون رو بذاره تو گردنش، هر چیزی که نیاز باشه رو ما این گوشه ها قرار میدیم توی گوشه های کادرمون و میخوایم که هر بار که روشون کلیک میکنیم اینا قرار بگیرن روی بدن اون کارکترمون. مثلا ما اینجا یک لباس داریم، وقتی روی این لباس کلیک میکنم این لباس میاد روی کارکتر من قرار میگیره، هر بار هم که دوباره روش کلیک بکنم برمیگرده به سر جای اولش. پس برای این کار با شرطی سازی کنم، بگم که اگر من پرچم بازیو میزنم، اون لباس من اول کار سر جای اصلی خودش قرار گرفته باشه و بعد از این که روش کلیک میشه بره اینجا قرار بگیره. درسته؟ خب بریم توی کار اینو با هم بگی ببینیم. خب وقتی وارد بازی میشیم با چنین صحنه مواجه میشیم و میبینیم که میتونیم همه چیز رو اضافه کنیم. ببینیم، مثلا من میتونم اینجا اول برای کاراکترم یک چشم انتخاب میکنم، بعد میتونم اینجا یک مدل مو برش انتخاب کنم و از اینجا مثلا یک لباس انتخاب میکنم و این هم یک شلوار و کفش. حالا میتونم اینجا بهش گوشیشو بدم دستش و اینجا هم هدفون رو بذاره گردنش. و دوباره وقتی که روی اون آبجکت ها کلیک میکنید دوباره میتونید اونا رو تغییر بدید. برای مثال من میتونم مو رو دوباره کلیک کنم بردارم و دوباره مدل موش رو عوض بکنم، اینجا میتونم لباس رو عوض کنم، میتونم تیپ اسپورت برش بزنم. خلاصه که هر کاری که بخواید و میتونید انجام بدید. تمام تیپ های مختلفی که دوست دارید و میتونید طراحی بکنید و یک بازی جالب بر خودتون طراحی بکنید. اصل قضیه اینه که شما یاد بگید چطوری این کار رو انجام بدید، چطوری بتونید بازی رو طراحی بکنید. برای اینکه این بازی طراحی بشه شما نیاز دارید که یک کار خیلی ساده رو انجام بدید. اولین کار اینه که شما بیاید برای پوست اون فرد، ببین من وقتی روی اون کلیک میکنم به 4 تا رنگ مختلف تبدیل میشه. برای این کار من اول اومدم یک کاراکتر بدن طراحی کردم، بادی، که این بادی من توی حالتهای مختلف رنگش عوض میشه، که اینو من میتونم توی قسمت فیل هم برم و رنگش رو عوض کنم. کار من تموم شد، کافیه بیام توی قسمت این قسمت، به خاطر که ممکن کپی رایت داشته باشه من نمیتونم از موزیکش استفاده کنم، ولی خب توی سورس کد اصلی که براتون میذارم، کد اصلی براتون میذارم. ببین من اون بازی رو در قالب یک فایل زیپ براتون نگهداری کردم که این فایل رو کامل آماده دارم بهتون میدم که نخواهید اصلا کاری بکنید و فقط کامل از خود سورس کد استفاده کنید. اگرم بخواید دوتا کاراکتر دیگه هم براتون خودم PNG کردم که اگر نیاز داشتید روی اینا هم بتونید کار بکنید و برای اینا هم استایل مردونه هم داشته باشید. سورس کد رو در اختیارتون میذارم، پس هیچ نگرانی نیستش، از فقط با دقت گوش بکنید. من با این قسمت کار ندارم و میام فقط سراغ این قسمت. میگم که وقتی که من روی این اسپرایت کلیک میکنم، یعنی کدوم کاراکتر، یعنی خود این کاراکتر بادی، ببینید وقتی روش کلیک میکنم
موقعیتش باید توی همین موقعیتی باشه که قرار گرفته، یعنی تغییر مکانی ایجاد نده. پس یادتون باشه هم موقعیت منفی 63 و منفی 24 که قرار گرفته رو توی قسمت موشن میرم و بهش اضافه میکنم. بعد میام توی قسمت لوکس و میگم که این توی بک لیر باشه. Go to back layer یعنی چی back layer؟ یعنی این که وقتی که من روش کلیک میکنم نره روی لایه جلوتر. یعنی فرض کنید لباس بیاد روی بدن یا بدن بره روی لباس، درسته؟ پس باید بدن سر جای خودش زیرترین لایه باشه و لایه های لباس هایی که اضافه میشن روی لایه فرانت باشن. پس برای اینکه من لایه زیری باشم اونو روی بک میذارم که از همه لایه ها پایین تر باشه. وقتی روش کلیک میکنم next custom به وجود میاد که اون هم دوباره داخل قسمت لوکس اینو میدارید که next custom معنای حالت بعدی اسپرایت رو میشه. تو قسمت کاستوم ها ما کاستوم های بعدی داریم که اینجا next custom برای ما اجرا میشه. بنابراین هر بار که من کلیک میکنم آبجکت ها یا لباس ها رو به خودمون اضافه بکنیم همشون یک کد سمپل ساده و بیسیک مثل هم دارن. اینو برای اینکه بخوایم شبیه سازی کنیم، ببین من هر وقت که روی یک چیزی کلیک میکنم میاد سر جای خودش قرار میگیره و وقتی روش کلیک میزنم دوباره میره سر جای اولش قرار میگیره. پس اول برای مثال چشمو میذارم، مو رو هم میذارم، یک لباسم براش انتخاب میکنم و بعد میخوام این پیرنو قرار بدم. حالا برای اینکه پیرن قرار بدم، ببین وقتی من روش کلیک میکنم سر جای اولش قرار میگیره، وقتی هم کلیک میکنم میره سر جایی که میخوام قرار بگیره. پس وقتی پرچم زده میشه باید توی موقعیت قرار بگیره که اینجا تعریف شده. ببینید من اگه روش کلیک کنم این اینجا هستش، منفی 224 منفی 140، یعنی موقعیت اولیه لباس. پس میگم وقتی پرچم زده میشه توی منفی 224 و منفی 140 باشه. وقتی روی اسپرایت کلیک میشه توی قسمت ایونت ها دوباره میگم وقتی روی این اسپرایت کلیک میکنم اگر موقعیت ایکسش، الان موقعیت ایکسش چنده؟ منفی 224. پس اگر موقعیت ایکسش منفی 224 بود اونو اونجایی که من دوست دارم قرار بده. گو تو ایکس منفی 63 منفی 24 کجا هست؟ اینجا هست، یعنی دقیقا این نقطه. پس باید اینا رو دستی جاگذاری کنید و نقطه هاشون رو بردارید یا حفظی تو ذهنتون حالا اینا رو برداشت بکنید. اگر توی اون نقطه نبود و من روش کلیک کردم بره دوباره سر جای اصلی خودش. پس این یعنی چی؟ یعنی که وقتی لباس روش کلیک میشه میره اونجا قرار میگیره. الان اگه من روش کلیک بکنم دیگه تو موقعیت اولی نیست، یعنی ایکسش الان منفی 224 نیست، ایکسش منفی 60 است. چون الس میشه یعنی خلاف شرطه، وقتی خلاف شرط باشه کلیک بکنم میره تو موقعیت اول. ببین کلیک میکنم میره توی موقعیت اول. تمامی غذای بعدی هم همینطوری هستن. ببین هیچ چیزی تغییر نمیکنه، فقط جایگذاری ها رو باید درست بکنید. پس وقتی که من کلیک ها رو انجام میدم دقیقا همه چیز مشابه داره انجام میشه. الان من این یکی رو کلیک میکنم چون موقعیتش برای اول کار اینجا بوده، وقتی روش کلیک میشه گفتم بره اینجا که دوست دارم. اگر کلیکی بعد انجام میدم خلاف موقعیت اولی باشه قرارش میده تو موقعیت اول و به همین صورت شما میتونین هر چیزی که دوست داشته باشین رو جایگذاری بکنید. برای اینکه بخواید فایل رو دانلود بکنید باید حتما بیاین داخل این سایت، لینک رو براتون حتما تو دیسکریپشن میذارم، game.rar میشه، winrar کردم براتون که حجم فایل کم کمتر بشه. حجمش کلا 4 مگه و دو تا عکس هم براتون داخلش قرار دادم که خیلی راحت بتونید با کاراکترهای دیگه هم تست بکنید و تأمینی بشه براتون که با اون کاراکتر هم یک طراحی خاصی انجام بدید. خیلی ممنون که تا این لحظه با من همراه بودین. یادتون نره که چنل رو حتما سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم حتما به اشتراک بذارید و نوتیفیکیشنش هم آن کنید که تا ویدیو جدید براتون میذارم ازش باخبر باشید. یادتون نره تایمتون تو زندگی خیلی کمه و کاری رو انجام بدین که بهش علاقه دارید.